محسن سازگارا عضو شورای مدیریت گذار اینجا در استودیو با من همراه شدن آقای سازگار خیلی خوش اومدین با اینکه در ایام نوروز هستیم اما می‌بینیم که اعتراض مردم هنوز هم ادامه داره و از شیوه های مختلف و متفاوت و ابتکارانه استفاده میکنن. برای نشون دادن اعتراض خودشون به حکومت شما این شیوه ها رو چطور میبینید و اینکه یکی از شیوه هایی که ما تصاویر زیادی هم در موردش دریافت کردیم همین نافرمانی مدنی و مقاومت در برابر حجاب اجباری است فکر می کنید این نافرمانی مدنی چقدر حکومت رو خشمگین کرده و وا داشته به اقدامات بیشتر و سختگیری های بیشتر در این زمینه خیلی زیاد حتما دنبال کردید امروز تقریبا یعنی روز جمعه تمام ائمه جمعه خشمگینانه مسئله حجاب رو مطرح کردند و احساس میکنند که استراکچر حکومت داره ریزش میکنه وقتی که زنان روسری از سر بر میداره. آدم یاد شعر ایرج میرزا میفته بر سر در کاروان سرایی تصویر زنی به گچ کشیدند الی آخر بر صورت ببینید بذارید اینطور بگیم وقتی به قول واسلاف هافل مردم میخوان که شیوه زندگی خودشون رو پوشیدن چجوری بپوشن چجوری بخوابن چجوری بخورن خودشون انتخاب کنن در مقابل یک حکومت توتالیتر مثل جمهوری اسلامی که میخواد برای همه چیز مردم تعیین تکلیف کنه بپوشین چی سرتون کنین کجا بخوابین با کی بخوابین چیکار بکنین و چطور زندگی بکنید این عملا تبدیل میشه این مقاومت به یک مقاومت مدنی و تبدیل میشه به یک شیوه مبارزه این چیزی است که زنان ما پیشتازشن در ایران ولی در این ایام نوروزی دیدیم که مثلا کمپین رقص که از غذا نام دختران اکباتان خورده روش و الان به دختران اکباتان معروف شده بله. روشی شد که مردم با شادی کردن علا رغم همه گرفتاری ها نوروز و هر حال شادی در سختترین شرایط در تاریخ کانسال سال ما تلخترین حوادث مثل حمله مغول و عرب و نمیدونم یونان و غیره نوروز سر پا بوده و مردم شادی کردن و پاس داشتن در ایام نوروز ما می‌بینیم این رقص و شادی در حافظیه در خیابون در پارک در هر جا عملا تبدیل میشه به اینکه مردم میخوام بگن ما ایستادیم خودمون زندگی ما انتخاب می‌کنیم نافرمانی میکنن پا روی خط قرمزهای حکومت میگذارن و از غذا این روش های فرهنگی تأثیرش گاهی از خیلی روش های دیگه بیشتره سازگارا روز گذشتم یک ویدیوی منتشر شده بود مطمئنم که شما هم دیدین از یک بسیجی که سطل ماس میریزه روی سر یک مادر و دختری که حجاب اجباری رو رعایت نکردن این ویدیو واکنش های زیادی رو در شبکه های عل... اجتماعی به دنبالش مردم واکنش های زیادی نشون دادن خیلی خشمگین بودن از این اقدام این شیوه برخورد با زن ایرانی چه تصویر ارائه میکنه از حکومت جمهوری اسلامی خب تصویری که حالا اینکه که یه کار مثل فیلم های کمدی انجام داده این بسیجی و شاید هم از عصبانیت و مثلا خشم یا کار دیگه این نمیتونسته در مقابل دو تا خانم بکنه ولی تصاویر تکان دهنده ای رو دنیا در همین دوره انقلاب زن زندگی آزادی از خشونت ورزی حکومت در مقابل زنان شاهد بوده در همین ویدئویی که اشاره کردی خب میبینید مردم به دفاع از این زنا برمیخیزن از خود مغازه‌دار تا دیگران میان طرف رو بیرون میکنن میرن دوباره ما نمیدونیم بیرون چه اتفاقی افتاده ولی حتما به شدت باهاش برخورد کردن ببینید به هر صورت این تجربه یعنی منشو گذاشتم جادوی موسیقی و جادوی فرهنگ به هر حال نوع پوشش خانم بخش از فرهنگه و جادوی حرکت فرهنگی که شیوه مرد زندگی مردم از حکومت جدا میکنه در کشورهای دیگه هم خیلی تاثیر داشته شاید پیشتازش چکسلاواکی باشه و از 1974 که اون گروه آدم های پلاستیکی جهان ها اومدن میدون اون ایوان یروس بود که گروه موسیقی زیرزمینی بودن و به اون 1989 رسید که اگر تاریخ اشتباه نکنم تمام مردم پراگ اومدن تو خیابون و زدن و رقصیدن جلوی حکومت کمونیستی و همه پیوستن بهش و در واقع نگفتن به اون تاین تکلیف های یک حکومت توتالیتر کمونیستی. من فکر کنم اتفاق در دا ایران هم داره گفته با توجه به همین صحبت شما میخوام به عنوان سال آخر این رو بپرسم که با توجه به شیوه حکومتی که جمهوری اسلامی در پیش گرفته چه آینده ای رو میشه متصور شد برای ایران ببینید برای اینکه آینده رو ببینیم یه خود به گذشته نگاه کنیم عملا مردم به خصوص این انقلاب زن زندگی آزادی به نظر من چادری رو که حکومت سعی میکرد سر جامعه بکشه سیاهی رو شکافت نور اومد درون جامعه اومده بیرون یعنی مردم عملا نشون دادن شیوه زندگیشون از حکومت جدا کرد پسندند حکومتی رو که از یک سو با روحانیت شیعه عقب افتاده مبلغ قرون وستاست از یک سو مبلغ مرد و ازاداری و تو سر خودت زدن و غیروه و از سوی دیگه مثل یک حکومت که فاشیستی یا کمونیستی میخواد که به همه او شعون زندگی مردم رو در کنترلش بگیره مردم عملا اینو پس زدن و فکر می استفاده از جادوی فرهنگ و موسیقی، شیره زندگی و غیره یکی از ستون مهم مقاومت مدنی ملت ایران برای به زیر کشیدن این حکومت